ما به این مطلب رسیدیم که آقا انتشار خبر مهمه. در جامعه حضرت زهرا سلام الله علیها چه انتشار خبری، یعنی خبرها چی بود که باعث میشد بشه عقیده سیاسی عامه تبدیل بشه؟ این حرفای درگوشی، این حرفایی که با هم میزدن پیرامون چی بود؟ ببین یه وقت شما تو جمع نمیتونید ابراز عقیده بکنی، میگی برام خطرناک، ولی تو خفا این چیزا میای میگی من که از اولش از این قبول نداشتم. اینجوری بود. حالا اون روزش رو بخوای بگی آقا تو مسجد اینا مینشستن چی میگفتن؟ الان نبود مسجد رو ببندن سر نماز باز کنن و اینا، موقع باز بود میومدن میرفتن، همه اتفاقات محل اجتماعی مردم بود، تمام اتفاقات اجتماعی و رخدادهای دقیقا جامعه تو مسجد بود، یعنی محور کاملا مسجد. خب این فضاها بوده، یعنی جریانی کاملا شکل گرفته بوده در لایه نهان جامعه که حالا قرآن با نفاق ازش یاد میکنه. یه جریانی که پیامبر قشنگ جریان در گوشی اصلا به پیامبر قشنگ خدا داره میگه ببین دور و برتن، نزدیکانتن کارشون رو نمیتونن، اینا نفاق داره، استخوان در هر کاری هم بکنی اینا سر عقیدشون میمونن، میخوان به تو ضرر بزنن، میخوان بهت آسیب بزنن، قبولم نمیکنن، ایمانم نمیارن. این پدیده تو لایه پنهانی جامعه از زمان حکومت مدینه، این دقیقا جایی که پیامبر حکومت تشکیل داد، این خیلی مهمه. قبل و بعد از حکومت این مهمه. در فتح مکه ما تقریبا آیه نفاق نداریم، تا مدینه ای شکل نگرفته، حکومتی شکل نگرفته، حالا تا اونجایی که بنده مطالعه کردم آیه نفاق نداریم. آیات نفاق و پدیده نفاق از مدینه شروع میشه، یعنی حالا دیگه ابو سفیانش هم مسلمون شده، حالا از ترسش هم چه هرچی ظاهری، ولی با اون ظاهر داره در باطن کار دیگه ای میکنه و این شناختش سخته. چرا؟ چون اون موقع که کافر بود همه میدونن بت داره میپرسته، همه میدونن علیه پیامبر کار میکنه، الان چیه؟ صف اول نماز جامعه خدا قبول میکنه شما. حالا شما میبینید آقا این آدم ضد پیامبر داره فعالیت، خجالت بکش، قضاوت نکن، این آدم مسلمان شده، این آدم توبه کرده، این آدم الان با ما یکی، برادر دینی ماست. چقدر چهرهای مختلف معاصر این شکلی میاد تو ذهن، فضا سخته، یه باقش مواجهی. حالا بنده حالا یه بخشی از مطالعات هم مباحث تاریخ و این مباحث نفوذ ما میدونم دیگه، دادم طرف میبینم اهل علم، یعنی برام اصلا عرباز. یقینیه، برام یقینیه که این آدم اصلا عناد داره، مغرضه، اومده یه آسیبی بزنه. استدلالم دارم، نه اینکه حالا مثلا فرضی بگم آقا من مثلا قیافه این حال نمی کنم، این مشکل داره، نه میبینی تو برهای مختلف این اصلا خیلی فنی ضربه زده، خیلی خوشگل تو این دقیقاً تو تاریخ اسلام هم بود و نمیتونستی کارش بکنی. چی کار باید بکنی؟ باید فضای عمومی جامعه رو برای اینو ناامن کنی. پیامبر چطور میتونست فضا رو ناامن کنه وقتی مدام بحران درست میکردن؟ دیگه به چه زبونی میومده مطرح میکرده که آقا من امیرالمؤمنین رو تعیین کردم از طرف خدا برای شما؟ آقا تمام درهای مسجد، تمام در خونه به مسجد بسته بشه، در خونه علی باز بشه، هر روز رد بشه از جلو همون در بگه السلام علیک یا اهل بیت النبوه. اینا رو بابا دیگه چی جوری نشون بده؟ ولی میبینی اصلا اون جریان داره مدام کار خودشو میکنه، روش های مختلف از جنگ سرباز میزنه، بحران ایجاد میکنه، یه طرف پیامبر مجبور میکنه، و اصلا ما جنگ احزاب پیامبر مجبور کردن بمونه خندق بکنه دور خودش آخرین ساعتی که از رفتن با سپاه اسامه سرباز زد. بله دقیقا آن بحرانه رو کی ایجاد میکرد؟ بعد اون لشکر اسامه مگه فرمانده نداشته؟ خب اسامه که فرمانده بود چرا بقیه گوش به حرف این نمیدادن؟ تفکره چی بود؟ یا اینا قبول نداشتن؟ نرفتن. اگر قبول نداشتن رو چه حسابی اینو قبول نداشتن؟ خب مگه حرف پیغمبر نبوده؟
مگه حرف پیغمبر فرق کرده مثلا از سالهای اول تا این سال آخر؟ این تفکراتی که وجود داره اینجا ضرورت بحث مشخص میشه که ما این افکارمون رو باید بشناسیم.